ساعت 10 شب تهران، پنجشنبه 3 آذر ماه است. نگاهی به سقط خبرها. بنابراین قطعنامه HRC-S35L1 تصویب میشه. تصویب قطعنامه تشکیل کمیته حقیقتیاب برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر در ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل. اعتصاب گسترده در شهرهای کردنشین استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان. بازداشت گوریا غفوری، کاپیتان سابق استقلال، به دلیل حمایت از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی. و فرار کارلوس کیروش از پاسخ به خبرنگار بی بی سی جهانی. خوش آمدید، الناز کیانی هستم. در این مجموعه خبری کوتاه تازه‌ترین های خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی و واکنش های جهانی به اون رو خواهیم داشت. شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران را مثبت اعلام کرد. این قطعنامه با 25 رأی موافق و 6 رأی مخالف به تصویب رسید. در نشست این شورا که در ژنو برگزار شد، نمایندگان بیشتر کشورها از جمله بریتانیا، آلمان، اکوادور، ایرلند، اتریش، فرانسه، استرالیا و شیلی خشونت علیه معترضان، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌ها را محکوم کردند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هم در این نشست نسبت به حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه‌ها، کشته شدن کودکان، اعتراف‌های اجباری و صدور حکم اعدام برای معترضان ابراز نگرانی کرد. بنابراین قطعنامه HRC-S35L1 تصویب میشه. بری افشین و جزئیات بیشتر. شرایط تو ایران غیر عادی، غیر معمول. این جلسه هم غیر عادی و غیر معمول بود، جلسه اضطراری و ویژه بود و اون چیزی که در پایان نتیجه پایانیش هم یک نتیجه میشه گفت تاریخی بود که رقم خورده بود. و خب سخنانان آغازین تو تاکیدشون بر این بود که خب الان ایران در شرایط تاریخی به سر میبره، شجاعت ایرانیان معترض رو ستوده بودن و در این حال به این تاکید کرده بودن که این میتونه پایانی باشه بر مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال اینکه حقوق بشر رو این گونه زایل میکنه به شکلی فاحش، به شکلی گسترده. و مثلا کسی چون نماینده بریتانیا گفت این قطعنامه که اینجا به امضا رسیده در واقع دینی است که جامعه بین الملل باید به مردم شجاع ایران ادا کنه. و اینجا در کنار من رها بحرینی حضور داره، یکی از سخنرانان این نشست بود از سازمان عفو بین الملل. به نظر میسته که همونجوری که خیلی تاکید میکنن در واکنش هم داشتیم، میگن که این نشستی است تاریخی و رای ها هم از این حکایت داشت، فقط 6 رای منفی و تعداد زیادی رای مثبت و ممتنع. بله دقیقا همینطوره. نتیجه این نشست اضطراری بسیار تاریخیه و حتی فراتر از اون چیزیه که ما تمام این هفته ها براش تلاش کرده بودیم و انتظارشو داشتیم. لحظه ای که نتیجه رای گیری اعلام شد، بسیاری در سالن اشک در چشمشون اومد، از جمله خود من. و من حتی بعد از اتمام جلسه دیپلمات هایی رو دیدم که اشک در چشمشون بود. و برای همه ما که بارها در این شورا بودیم، در طی تمام این سالها جو احساسی حاکم در پایان این نشست واقعا تکون دهنده بود و در واقع نشون دهنده غم و رنج شدیدیه که همه ما داریم در قبال بیرحمی که در هر روز مردم باش روبرو هستن. و حداقل الان جهان صدای اونها رو شنیده و بالاترین کاری که شورای حقوق بشر میتونه انجام بده در نظام فعلی بین المللی که ناکارآمدهای بسیاری انجام داده، این شورا الان انجام داده. یعنی با 25 رأی مثبت یک کمیسیون حقیقت‌یاب تعیین شده. من این نکته هم اضافه بکنم که ترکیب رأی‌گیری بسیار جالبه. در منطق رأی‌گیری در شورای حقوق بشر فقط تعداد بله ها مهم نیست، تعداد ممتنه ها هم بسیار مهمه، چون در واقع نتیجه نهایی اینه که بله ها باید بیشتر از نه ها باشه. ما با تعداد زیادی ممتنه روبرو بودیم که واقعا بی سابقه بود، مثل سنگال، نامیبیا، سودان. اینها کشورهایی که همیشه نمیگن و وقتی این بار ممتنه رأی دادن، در واقع نشون میده قلب
اونها هم به درد اومده و بنابراین نه نگفتن. و ما در طی این روزهای گذشته تلاش بسیاری کرده بودیم که کشورهای در آفریقا و آسیا، مثلا اندونزی هم همینطور، ما تلاشمون رو کرده بودیم ولی نگران بودیم که نه رأی بدن و ممتنع رأی دادن. و بنابراین یک اراده جهانی رو نشون میده برای پاسخ کردن عاملان نقض حقوق بشر در ایران و کسانی که مسئول قتل و شکنجه مردم هستند. همزمان با نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و سرکوب خشونتبار معترضان از سوی حکومت، گروهی از ایرانیان خارج از کشور در ژنو مقابل ساختمان این شورا تجمع کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. امروز در شهرهای مختلف جهان ایرانیان برای حمایت از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و مقاومت مردم کردستان در برابر نیروهای سرکوبگر حکومت تجمع‌هایی برگزار کردند. در لندن هم گروهی از ایرانیان مقابل دفتر سازمان ملل در این شهر تجمعی داشتند. همکارم امید حبیبی‌نیا از محل برگزاری این تجمع در لندن با ما همراه شده. امید، بیشتر از تو بشنویم. الناز، روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی به عنوان روز حمایت از مقاومت کردستان نام گذاشته شده بود. در شهرهای مختلف تجمعاتی برگزار شده. اینجا در لندن هم گروهی از احزاب مختلف و همچنین مردم لندن گرد اومدن در میدان ترافالگار و حمایت خودشون رو از مردم کردستان اعلام میکنن. همین الان در گوشه گوشه کشور ایران، در تهران، در جاهای مختلف مردم با شعار از کردستان تا تهران یا جاهای مختلف جانم فدای ایران این شعار را میدن. همین شعار اینجا در میدان ترافالگار هم داده شد. البته باید این را هم بگم که حدود یک ساعت پیش گروه دیگری از ایرانیان در برابر دفتر سازمان ملل در لندن گرد اومده بودند و خواستار حمایت سازمان ملل از مبارزات مردم کردستان شدند. من با چند نفر از کسانی که در اینجا حاضر بودند صحبت کردم و اونها میگفتند که انتظار دارند که سازمان‌های بین‌المللی و همچنین دولت بریتانیا اقدامات جدی‌تری نسبت به نقض حقوق بشر در ایران و همچنین کشتن مردم در شهرهای مختلف کردستان انجام بده. اینجا از احزاب و همچنین قوم‌های مختلف گرد آمدند تا از کردستان پشتیبانی بکنند. متشکرم ازت امید. امید به حبیبی نیا همکارم از تجمع ایرانیان در لندن همراه ما. در خبری فوری، مردم در محله های هفت حوض نارمک، پونک، تجریش و ستارخان به خیابان آمدند و شعار مرگ بر خامنه ای و از کردستان تا تهران جانم فدای ایران سر می دهند. همچنین در اصفهان مردم شعار می دهند این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. در فردیس کرج هم مردم شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدند. در بخش‌های بعدی خبری ویدیو و خبرهای تکمیلی در این ارتباط رو با آگاهی خواهیم رسوند. در ادامه خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، امشب هم مردم در شهرهای مختلف یا به خیابان آمدن یا از پشت بام و پنجره خانه ها علیه جمهوری اسلامی شعار میدهند. گزارش های رسیده تا این ساعت حاکی از آن است که مردم در تهران در محلات مختلف به خیابان آمدند، علیه حکومت شعار میدند. در برخی مناطق تهران هم شعارهای شبانه از خانه ها به گوش میرسد و چنانچه گفته شد در کرج و اصفهان هم مردم به خیابان آمدند. ببینیم بعضی از این ویدیوها رو که آماده پخش داریم. سوم آذر خیابان درختی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور،
آذر در دور جنگ. تهران پار 3 آذر. پنجشنبه 3 آذر پونک سردار جنگل بچه ها تیشو شن کردن در آنجا 3 آذر فردوس کرچی. در ادامه خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی با فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران برای اعتصاب سراسری در حمایت از مردم معترض کردستان، شهرهای کردنشین امروز شاهد اعتصاب گسترده کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف بود. تصاویر استبیر اینترنشنال نشان می‌دهد که تمامی مغازه‌ها و کسبه در شهرهای بانه، ارومیه، سمیرام، مریوان، پیرانشهر، نقده، کامیاران و بسیاری شهرهای دیگر به نشانه اعتراض و اعتصاب دست از کار کشیدند و کسب و کار خود را تعطیل کردند. من مریوان به آذر 1401 به فراسری امروز سوم آذر پنجشنبه اعتصاب سراسری کسبه و بازاریان امروز 3 آذر 1401 گرومیه اعتصاب کامل مغازه داران. اینجا شهرستان سمیرام، یکم سوم آذر ماه 1401 و مشاهده می‌فرمایید که همه مغازه‌ها سوم آذر ماه 1401 مریوان اعتصاب سراسری. شهرستان پیرانشهر در اعتصاب کامل. سوم آذر ماه سی آذر 1401 شهرستان بوکا اعتصاب عمومی سراسری. شهرستان بوکان اقتصابی عمومی کسبه خطوی فراخان مرکز همکاری احزاب کردستان. آذر اعتصاب سراسری سنندج برای تقریباً 20 روزه که کردستان اعتصاب از شهرهای مرکز خواهش میکنیم که با سنن نیسر 3 آذر. امروز سوم آذر سقس سوم آذر
3 آذر ساکن زمان. تقدیر تشکر داشتیم یه دونه گله چیه درست رو بگه زایدان سه آذر امروز سوم آذر ماه ادامه اعتراضات در زایدان مسجد کدر مسیرا سلام اینجا سمنانه سوم آذر 1402 باورم نمیشه که سینوی 401 به نام خدا سوم آذر 1401 اینجا کرمانشاه دولت آباد خیابان صدا فروشا یا خیابان چهارم علافا اینجا اصناف کبابی است نزدیک به 20 تا از مغازه ها امروز بعضی از اونها شبانه دست آخر دست همه کارکنان اینترنشنال در نکنه با وجود اینکه حکومت تهدیدشون کرده ولی همچنان به کار خودشون ادامه میدن مخصوصا خانم سیما ثابت واقعا دستتون در نکنه دمتون گرد مولا کرد جنجیان خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان از بازداشت وریا غفوری کاپیتان سابق استقلال خبر داد. بنا به گزارش این رسانه وریا غفوری به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است. وریا غفوری بازیکن پیشین تیم ملی در شبکه‌های اجتماعی از خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده و خواستار توقف خشونت حکومت علیه مردم شده بود. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادن حمیدرضا گرشاسبی مدیر عامل تیم فوتبال فولاد خوزستان پس از دستگیری وریا غفوری از سمت خود استعفا کرد. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد شمال خدیری شهروند کرد 32 ساله امروز به دلیل شدت جراحات در بیمارستان ارومیه جان باخت. این شهروند کرد در تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به معترضان در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در شهر مهاباد زخمی شده بود. این روز کشته شدن حمیدرضا روحی جمعی از مردم بر سر مزار او گرد آمدند و شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر حکومت بچه کش سر دادند. شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران رو رأی مثبت بهش اعلام کرد. این قطعنامه با 25 رأی موافق و 6 رأی مخالف به تصویب رسید. در نشست این شورا که در ژنو برگزار شد نمایندگان در بیشتر کشورها از جمله بریتانیا، آلمان، اکوادور، ایرلند، اتریش، فرانسه، استرالیا و شیلی خشونت علیه معترضان، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌ها در ایران را محکوم کردند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم در این نشست نسبت به حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه‌ها، کشته شدن کودکان، اعتراف‌های اجباری و صدور حکم اعدام برای معترضان ابراز نگرانی کرد. میشل تیلر نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به نماینده چین که خیزش انقلابی ایران را مسئله فرهنگی دانسته بود گفت
نباید کشتن مردم از سوی جمهوری اسلامی را به عنوان یک قضیه فرهنگی مطرح کرد. هیچ فرهنگی از کشتن زنان و کودکان حمایت نمی کند. در ادامه خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، امشب هم مردم در شهرهای مختلف یا به خیابان آمدند یا از پشت بام و پنجره خانه ها علیه جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. گزارش‌های رسیده تا این ساعت هاکی است مردم در تهران در محلات مختلف از جمله هفت حوض، نارمک، پونک، تجریش و ستارخان به خیابان آمدند علیه علی خامنه‌ای و در همبستگی با کردستان شعار می‌دهند. علاوه بر تهران در اصفهان و کرج هم مردم به خیابان آمدند، در شعارهایشان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. مهدی کابلی کفشگیری 15 ساله در گرگان که با ضربات باسون نیروهای امنیتی به کما رفته بود درگذشت. به گفته نزدیکان او مراسم خاکسپاری مهدی کابلی در سکوت خبری و زیر فشار نیروهای حکومتی انجام شد. همکارم لیلا سعادتی اینجا هست که جزئیات بیشتری به ما به دست کشته شدن مهدی کابلی کفشگیری. آره لازمه، مهدی کابلی 15 سالش بوده، 24 آبان توی بلوار گلشهر گرگان با دوستش، چیزی که به ما گفتن این بوده که ظاهراً داشتن شعار نویسی هم میکردن روی دیوارها و سوار موتور میشن با دوستش و توی مسیر نیروهای حکومت شاید اونا رو زیر نظر داشتن، شاید تعقیبشون میکردن، میان و با باتوم میزنن به موتور اینا و به در واقع مهدی کابلی پرت میشه، به میخوره به گارله، اصلا موتورم همچنین و خودش هم همچنین پرت میشه میخوره به گارله و سرش میخوره به اونجا و همونجا در واقع سرش شکافته میشه و میره به کما، میبرش بیمارستان و اول آذر ماه در بیمارستان فوت میکنه. به هر حال خانواده‌اش خیلی تحت فشار گذاشته بودن که اصلا رفتن یه گزارش تهیه کردن و با خانواده‌اش صحبت کردن، همون اعتراف اجباری آره صدا سیمای اونجا و استاتوسیم استانیگیه رفتم و صحبت کردن که اصلا این تصادف کرده، یعنی یه بخش روایت رو درست میگن اون که مثلا باتوم زدن بهشون که اون اتفاق افتاده رو روایت نمیکنن و میگن که در واقع اینا تصادف کردن با گارل و به کما رفته و فوت کرده. ولی در هر صورت مثل همه اون سناریویی که برای بقیه خاکسپاری و کشتگان به کار میره، در مورد این هم به کار رفته، یعنی هم بردن در روستای کفشگیری گرگان و نیمه شب، همونجوری که گفتید از سکوت خبری، فقط خانواده نزدیک کش بودن اونجا دفن شده و با فشار نیروهای امنیتی هم بوده. امروز هم علاوه بر این در واقع این خبرایی که امروز خیلی خاکسپاری هم زیاد بود، امروز خبری که از بچه‌ها داره میاد و اینکه می‌پردازیم حتما، اما خبر جدیدم هست، همونجوری که خودم تو خبر رو گفتی، هم مناطق مختلف تهران الان خیلی دیدم که شلوغ، صدارخان، اکباتان، تهران پارس، حفظ، کرج هم همچنین آتیش روشن کردن. خیلی آره امروز امروز یه تصویر رو ما از صبح داشتیم، یعنی به دستمون رسیده بود از تهران
ولی نشون میده که خیلی جو امنیتی هست در ولیعصر، ماشین نوپا هست و زنانی که روسری ها رو برداشتن و تصویر خیلی تصویر شبیه این فیلم های اروپای شرقی هست که پاییزه و یه آفتاب کم رونق هست. اونو ببینیم تصویر رو، من بعدا ادامه میدم. لیلا، میدونم که تخریب اموال مردم هم توسط نیروهای حکومتی همچنان ادامه داره در جای جای کشور. آره دقیقا، و دارن روی توی شهرهای مختلف و مناطق مختلف تو این انجام میدن. یه قبلا مثلا میرفتن توی ساختمانهای معروف پشت همه ها میرفتن در و دیوار رو میشکنن، پنجره ها میشکنن، لابی ساختمان ها رو خراب میکرد. الان دیگه افتادن به خیابون ها و بسیجی ها. حالا تصویر رو با هم خواهیم دید و شبیه به این تصویر خیلی بر ما امروز اومده. در خیابون های مختلف که شب تاریکه و مردم خونه هاشون دارن استراحت میکنن، نه تجمعی اون تو محل بوده نه اتفاق خاصی افتاده. با هم گروهی بسیجی ها و بعضی لباس شخصی ها الله اکبر میگن، باتون دستشونه، ماشینا رو تخریب میکنن، شیشه ها رو میشکنن، ماشینا رو، اون ماشینایی که هم پارک بوده هم دارن گذر میکنن، یعنی هر کی داره میگذره یه باتون هم با اون میزنن. این تصویر رو با هم ببینیم. ما صدا رو قطع کردیم که به خاطر اینکه کسی که به ما اینو فرسته و روایت میکنه امنیتش در خطر نیفته. با هم ببینیم. حالا که صدا قطع بود توش، ولی پیشتر اشاره کردی که الله اکبر میگن و این کارا رو دارن میکنن، یعنی با الله اکبر واقعا به بیت خدا اعتقاد دارن که با اسم اون دارن این کارو انجام میدن. مراسم ها رو بپردازیمش. آره، امروز چندی مراسم بود، هم پنجشنبه بود که مردم و بستگان بعضی از کشته شده رفته بودن سر مزار، اونجا تجمع کردن، شعار میدادن. مراسم هفتم بوده به ویژه مثلا حمید رضا روحی در تهران، ولی علاوه بر اونم مراسم هفته فرات خسروی علیه ماهیدش کرمانشاه هم بود، امروز برگزار شد. عصر در واقع تصاویرش به دست ما رسید که ما آماده کردیم خواهیم داشت. در واقع فرات خسروی چهارشنبه 20 آبان در سنندج با شلیک مستقیم نیروهای حکومت کشته میشه. امروز سومش در واقع مراسمش که برگزار شد در ماهیدش آرامستان چوغا سفر، من دیدم در این آرامستان برگزار شده بود. حالا تصاویر شما هم دیگه ببینید. اکبر حکومت بچه کش، اکبر حکومت بچه کش، اکبر حکومت بچه کش، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای. Yeah.
حرفه مسلمان بود تنگیر شهیدان های آزادی جاویدان جام خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان از بازداشت وریا غفوری کاپیتان سابق استقلال خبر داد. بنا به گزارش این رسانه وریا غفوری به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است. وریا غفوری بازیکن پیشین تیم ملی در شبکه‌های اجتماعی از خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده و خواستار توقف خشونت حکومت علیه مردم شده بود. سردار پاشایی قهرمان کشتی فرنگی جهان و مربی پیشین تیم ملی در مورد ادامه اعتراضات و سرکوب در شهرهای کردنشین همزمان با بازداشت ورزشکاران از جمله وریا غفوری آن هم یک روز پیش از بازی تیم ملی برابر ویلز توضیح داد. این پیام اینه که هر کسی، هر ورزشکاری، هر انسان آزادی بخواد از اعتراضات بگه، از آزادی بگه، از حمایت از مردم بگه، جاش زندان و سلول انفرادی هست و کسانی که به تعظیم قاضیان مرگ برن، کسانی که با اون ادا و اطوارها هیچ گونه همدلی رو با مردم نشون ندن، پاداششون سکه های بهار آزادی هست و زمین های چمن قطره. و اما چیزی که نکته که خیلی قلب من رو میشکنه اینه که در چند هفته گذشته کسانی بودن، کارشناسانی که اومدن و مرتب تطهیر کردند و چهره این ورزشکاران رو مسئولیت زدایی کردند و هی اومدن گفتن که ورزشکاران زیر فشار هستند، دلایل آوردن برای ورزشکاران که نه اونا مسئولیتی ندارن، در حالی که پیام واضحه. همین تلویزیون ایران اینترنشنال نظرسنجی گذاشت، در توییتر 91% مردم رأی دادن که جام جهانی تحریم بشین، ورزشکارا نرن. در اینستاگرام 83% مردم رأی دادن که تحریم بشه. علی دایی تحریم کرده، نرفته حضور در جام جهانی رو. علی کریمی، مهدی مهدوی که این پیام مردم. الان اون فوتبالیستا اونجا هستن برای کی دارن بازی میکنن؟ اون کارشناسی که میاد میخواد بخشی از این ابتذال باشه، تطهیر کنه چهره این ورزشکارا رو، برای کی داره تحلیل میکنه؟ برای من غیر قابل قبوله. امیررضا گرشاسپی مدیر عامل تیم فولاد خوزستان هم بعد از شنیدن خبر دستگیری وریا غفوری از سمتش استعفا کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه این نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی را محکوم کرد و به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین المللی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران رأی مثبت داد. این قطعنامه با 25 رأی موافق و 6 رأی مخالف به تصویب رسید. بردیا افشین گزارش می‌دهد. اون چیزی که در ایران میگذره غیر عادیه و برای خیلی حتی حیرت آوره، و اون چیزی که اینجا در ژنو رخ داد یک جلسه غیر عادی و غیر معمول بود و نتیجه تاریخی داشت. نقض فاحش حقوق بشر در ایران از سوی جمهوری اسلامی در قبال معترضین باعث شده بود که چنین جلسه ویژه و اضطراری شورای حقوق بشر در ژنو برگزار بشه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. خیلی ها در این سخنانی اشاره به این داشتن که اون چیزی که در ایران میگذره اعتراضاتی است گسترده، فراگیر و همه شمول، اما خشونتی که جمهوری اسلامی در قبال معترضین روا می‌داره، به خصوص زنان و جوانان، غیر متناسبه، حتی بهت آور این حجم از خشونت. بر همین اکثر کسانی که اینجا سخنرانی کردن خواستار توقف سرکوب خشونتبار از سوی جمهوری اسلامی شدن و در این حال حمایت از معترضین در ایران. بولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، او اشاره داشت که در ایران امروز به شکل همشمول زن، مرد، جوان، پیر، از هر طبقه‌ای معترضند و اونها خواستار تغییرات بنیادینند، اما جمهوری اسلامی به مانند یک حاکمیت ارتجایی رفتار میکنه و این ندای
همگانی رو نمیشنوه و او تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید این ندا رو بشنوه و دست از سرکوب برداره. با این حال نمایندگان جمهوری اسلامی که اینجا سخنرانی کردن طی دو نوبت به نظر میرسه که سعی داشتن در قلب واقعیات انحراف در واقعیت ایجاد انحراف و حتی فرافکنی و برخی اوقات حتی سخنرانی اونها مورد استقبال حامیان همیشگی اونها قرار نگرفت. ما شاهد بودیم که حتی نماینده جمهوری اسلامی به مشروعیت این جلسه اضطراری ایراد گرفت از اونجایی که آلمان کشوری بود از جمله درخواست کنندگان اصلی در کنار ایسلند برای شکل گیری چنین جلسه‌ای به پیشینه آلمان نازی در جنگ جهانی دوم اشاره داشت و این با تعجب بسیاری روبرو بود. به هر حال قطعنامه اینجا در پایان به شکلی حتی غیر منتظره امضا شد. حجم کشورهایی که به اون رأی مثبت دادن یا رأی ممتنع دور از انتظار فعالان حقوق بشر بود و ما شاهد این بودیم که خیلی ها اینجا اشک شوق ریختن حتی و با استقبال بسیاری روبرو شد این امضای این قطعنامه. قطعنامه‌ای که بخش عمده و قابل بحثش تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بود برای بررسی اون چیزی که در ایران میگذره و ثبت اون چیزی که جمهوری اسلامی رقم میزنه و این میتونه قدم مثبتی باشه برای مستند کردن اون چیزی که بسیاری جنایات جمهوری اسلامی میخونن تا در آینده بتونه مثلا در دادگاه‌های بین الملل و در دادگاه‌های حتی منطقه‌ای ازش استفاده بشه. به هر حال این قطعنامه ممکنه به مذاق جمهوری اسلامی خوش نیاد ولی میتونه خبر خوشی برای معترضین در ایران باشه و نماینده بریتانیا اینجا اشاره کرد که این ادای دین کوچکی است به مردم شجاع ایران که برای حقوق اولیه خودشون در خیابان‌های کشور اعتراض می‌کنند به زنان و مردان ایرانی. همزمان با نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، سرکوب خشونتبار معترضان از سوی حکومت، گروهی از ایرانیان خارج از کشور در ژنو مقابل ساختمان این شورا تجمع کردند، علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. ببینیم. نماینده پارلمان بریتانیا از حزب حاکم محافظه‌کار در گفتگو با ایران اینترنشنال گفته که او از دولت کشورش خواسته تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بده. این نماینده مجلس بریتانیا همچنین خواستار تعطیلی سفارت و اخراج سفیر جمهوری اسلامی در لندن شده. من به زنان و مردان و حتی کودکان شجاع ایرانی درود می‌فرستم. به ویژه به زنان قهرمان آنها که به مبارزه با رژیم ملاهای حاکم در کشورشان برخواستند. آنها در حال مبارزه برای کسب حقوق انسانی خود هستند. آنها به دنبال این هستند که آزاد باشند، که چه نوع لباسی را بپوشند و برای شیوه زندگی خودشان تصمیم بگیرند. هر انسانی باید از حقوق اساسی بشر بدون هیچ مانعی برخوردار باشد. به همین جهت ایرانیان شجاعی که هر روز در خیابان‌های کشور جان خودشون را برای به دست آوردن حقوق ابتدایی و انسانی به خطر می‌اندازند، مسلماً باید از پشتیبانی ما برخوردار باشند و همینطور هم هست. و این حمایت نه تنها در انگلیس و آمریکا بلکه در سراسر دنیا صورت می‌گیرد. ما مبارزه آنها را تحسین می‌کنیم و قاطعانه در کنار آنها ایستادیم. وقتی که شما می‌شنوید که در این مبارزه 60,000 نفر از آنها دستگیر و زندانی و صدها تن آنها به دست نیروهای رژیم کشته شده‌اند و بسیار دیگر هم محکوم به اعدام هستند، این واقعیات تنها
طبیعت و ساختار رژیم حاکم بر ایران را برای شما عیان می‌کند. بنابراین انقلابی در ایران به جریان افتاده و مردم ایران خواهان تغییر شدند و آنها نباید از این تغییرات محروم بمانند. ما باید مطمئن شویم که کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دولت بریتانیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. دارایی های آنها مصادره و ضبط و در راه رساندن کمک به مردم ایران هزینه بشود. زمان آن رسیده که ما در ایران یک حکومت منتخب مردمی و دموکراتیک داشته باشیم و کسانی که در کشتار و سرکوب مردم کشور دست و مسئولیت داشتن محاکمه و به دست عدالت سپرده بشوند. محاکمه آنها باید در محکمه عدالت جهانی در لاهه صورت بگیرد تا ما مطمئن شویم که آنها به طور عادلانه‌ای به جزای اعمالشان میرسند. ما میتوانیم این کار را با بستن سفارتخانه‌های رژیم و بازگرداندن کسانی که در آنها ظاهراً زیر نام کارمندان دیپلماتیک فعالیت دارند به ایران و افزایش تحریم‌های جدید علیه مسئولان رژیم انجام دهیم. مردم ایران باید از این تحریم‌ها دور بمانند و تنها کارگزاران رژیم مورد تحریم‌های هوشمند قرار بگیرند. ما باید پیام خود به رهبران ایران را به روشنی به آنها برسانیم و می‌گوییم ما در کنار مردم شجاع و مبارز ایران و در مقابل رژیمی هستیم که در حال سرکوب آنهاست. دولت انگلیس تا امروز گشت ارشاد و مسئولان آن و بسیاری دیگر از سران رژیم را که در سرکوب‌ها و کشتار مردم دست داشتند تحریم کرده. البته من خواهان اقدامات بیشتر دولت در این مورد هم هستم. یکی دیگر از مسائل جاری ایران فعالیت خبرنگاران و گزارشگران شجاع ایرانی در انعکاس اخبار واقعی شرایط جاری ایران و سرکوب‌ها و کشتارهای مردم به دست نیروهای رژیم بوده. این خبرنگاران از سوی رژیم مورد تهدید جانی و تحریم قرار گرفتند و من خبر دارم که پلیس انگلیس آنها را از این تهدیدات جانی با خبر کرده و از آنها مراقبت می‌کند. دولت ما با احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی به آنها گفته که این تهدیدها کاملا و قاطعانه مردود و غیر قابل قبول هستند. ما باید در پی افزایش فشار و تحریم علیه رژیم ایران در سطح جهانی باشیم و تنها به کشورهای غربی بسنده نکنیم و این امر باید از طریق مشارکت جهانی ما در سازمان ملل متحد صورت بگیرد. شهران طبری روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا از لندن با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید. خانم طبری، با بلکمن همیشه توجه ویژه‌ای داشته به خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی. چقدر نظرات و اظهارات ایشون شنیده میشه در دولت بریتانیا؟ نظرات ایشون همیشه در مورد ایران خیلی با صدای بلند صحبت کردن. این صحبت هایی هم که شنیدیم الان از ایشون در خود مجلس، این صحبت ها رو در پاسخ به معاون وزارت خارجه گفتن و این تقاضاها رو مطرح کردن. معاون وزارت خارجه در مجلس گفته بود که ما نماینده ایران رو احضار کردیم و از اونا خواستیم که مردم رو از شکنجه و کشتن مردم دست بردارن و بعد آقای بلکمن این صحبت ها رو در پاسخ به اون کرد که ما خواهان اقدامات مشخص هستیم. میخوایم سفارتخونه رو ببندیم. میخوایم چقدر شنیده میشه صحبت ایشون؟ چقدر فکر میکنید که استقبال بکنه دولت بریتانیا از این درخواست؟ من فکر میکنم دولت بریتانیا مجبور خواهد شد. همونطور که گفتم معاون وزارت خارجه اومده بود این حرفا رو میزد که ایشون در پاسخ به اون این صحبت رو کردن. از اون طرف آقای پول بلانفیلد نماینده مجلس از حزب کارگر آمد در روز شنبه در جمع تظاهر کننده های ایرانی صحبت کردش و همین تا حرفا رو زد، گفت ما با مردم ایران هستیم، از دولتمون خواهیم خواست که از جلوی شکنجه و زندانی کردن مردم رو بگیره. همین حمایت رو نشون داد و اینها همه در مجلس از دولت خواهند خواست. رفته رفته این مسائل انجام میشه. تا حالا تحریم‌های زیادی شده و همطور که آقای بلکمن گفتش خواهان تحریم کامل سپاه پاسداران هستند. به علاوه خواسته شد این اتفاق نه فقط تحریم، قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی هم چیزی که مطرح شده. اونو فکر می‌کنید بریتانیا چقدر داره تعلل می‌کنه؟ چرا همین کار رو داره دنبال میکنه؟ همین مطلب گزارش پیشینتون راجع به سازمان ملل، این در مجلس بریتانیا هم اعلام
مطرح شد. بریتانیا خواسته بود که سازمان ملل یک گزارش تحقیقاتی راجع به فجایع انسانی در ایران بکنه. حتی گفت آقای بلکمن گفت که اسم برد از آقای رئیسی و اون رو مسئول کشتارهای سال 67 ایران دونستش، گفت 30,000 نفر رو دستور قتل داده. اینا همه صحبت‌های خیلی خوب مهم بزرگی هستش برای اینکه دولت بریتانیا رو وادار کنه به انجام عملی. ولی یک نکته رو من باید بگم و اون اینه که دولت‌ها میخوان که رابطه به هر حال یک رابطه کوچیکی با کشورها، هر چقدر هم که بخوان اون کشورها دولتشون از بین بره و یعنی از بین رفتن اون دولت حمایت بکنن، ولی میخوان یک رابطه باشه برای اینکه بتونن گفتگو بکنن. و در مورد ایران هم همینطور هستش، به خصوص که بریتانیا متحد نزدیک ایالات متحده آمریکاست و ایالات متحده آمریکا در ایران هیچ گونه ارتباط دیپلماتیکی نداره. درست. متشکرم از شما شهران طبری، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا از لندن همراه ما. در خبری فوری، مردم در اکباتان به خیابان آمدند و شعار می‌دهند امسال میده کشته سپاه، مرگ بر کل نظام. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، هاکیز چهره‌های سرشناس اصلاح طلب در جلساتی با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تلاش کردند تا راهکارهایی برای خروج از بحران به حاکمیت پیشنهاد کنند. در این جلسات اصلاح طلبان اعتراض در مناطق کردنشین را تجزیه طلبی خواندند و از فشار بر نیروهای امنیتی در سرکوب‌ها ابراز نگرانی کردند. ارگان سیاسی سپاه پاسداران هم در مقاله از موضع محمد خاتمی استقبال کرده. رئیس جمهور پیشین ایران مدعی شده بود براندازی نه ممکن است نه مطلوب. مشاورپور محسن گزارش می‌دهد. دست آخر یک قمارباز حرفه‌ای با ورق‌های سوخته، تلاش‌های خامنه‌ای برای بازگرداندن آب رفته به جوی با چهره‌هایی که قبلاً بازی را باختند، تازه‌ترین برگ کهنه محمد خاتمی. همزمان با ایستادگی مردم معترض در نقاط مختلف ایران در مقابل حکومت، رهبر جمهوری اسلامی تنهاتر از همیشه به فکر حفظ اندک سرمایه اجتماعی باقی مانده برای نظام است با تاکتیک کهنه اپوزیسیون سازی مبتنی بر ایده ولادیمیر لنین، رهبر شوروی سابق، که معتقد بود بهترین راه برای کنترل اپوزیسیون این است که خود حکومت رهبریش کند. تاکتیکی که 25 سال پیش با ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد. اتفاقی که در سالهای بعد هم افتاد و چهره‌های سیاسی گوش به فرمان او برگ‌های کمرزش قماری برای حفظ نظام شدند، زمانی که او یکی پس از دیگری دورشان انداخت. اما حالا در سومین ماه از خیزش انقلابی مردم و به رغم قرولندهای گاه و بیگاه او، مردم خیابان را به او پس نمی‌دهند، حتی اگر از زمین و آسمان گلوله ببارد. مقاومتی که مغضوبان او را هم نگران کرده، چنان که یک رسانه نزدیک به خانواده رفسنجانی خبر دیدار فاطمه هاشمی با مشتبه خامنه‌ای، فرزند رهبر نظام را که رویای جانشینی در سر دارد، تایید کرده. پیکنت که اولین بار این خبر را منتشر کرد نوشته که مشتبه خامنه‌ای در پاسخ به هشدارهای دختر بزرگ هاشمی گفته همه اینها را می‌داند اما کاری نیست. پایگاه اطلاع رسانی خانه موزه هاشمی اما مدعی شده بیشتر نقل قول‌های مطرح شده از این جلسه کذب است. گفتمان نزدیک به خامنه‌ای که با بحران ریزش سرمایه اجتماعی روبروست، به طیفی روی خوش نشان داده که در سال‌های اخیر بیشتر نقش جوکر را در دست قمارباز بازی کرده. اصلاح طلبان که در سال‌های اخیر از هر فرصتی برای ابراز ارادت به حاکمیت استفاده کردند، با آغاز اعتراض‌ها به سوی تلویزیون حکومتی سرریز شدند. باید این قانون مورد تجدید نظر قرار بگیره. سرآمدشان محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، ده روز پیش در واکنش به خیزش انقلابی مردم گفت براندازی نه ممکن است و نه مطلوب. سخنانی که با استقبال ارگان مطبوعاتی سپاه پاسداران روبرو شد. هفته نامه صبح صادق در مقاله‌ای با عنوان خوب اما ناکافی، خاتمی را چهره‌ای مورد قبول معرفی کرده که به ادعای این رسانه می‌تواند با پررنگ کردن مرزبندی با دشمنان ملت ایران زمینه گفتگو را فراهم کند. تحلیلی که به نظر می‌رسد نشان‌دهنده انقطاع رهبر نظام از جامعه است. او نمی‌داند که خاتمی مدت‌هاست پایگاه اجتماعیش را از دست داده. از وقتی که در مقابل او عقب نشینی کرد، شبانه در دماوند رأی داد و برای رفتن این روحانیون به مجلس خبرگان تکرار کرد.
همزمان دفتر حسین علی منتظری مرجع تقلید در گذشته در بیانیه نسبت به جنگ داخلی هشدار داد و خواستار برگزاری رفراندوم شده. در این بیانیه که با امضای احمد منتظری منتشر شده، از سکوت مراجع تقلید انتقاد شده، نقدی که طیف مقابل هم به آنها وارد کرده. روزنامه کیهان هم از مردودی علمایی گفته که در مقابل خیزش اخیر سکوت کردند. دو اظهار نظری که مبتنی بر این پیش‌فرض است که روحانیون همچنان طبقه مرجع جامعه هستند. حسن خمینی یکی از آخرین چهره‌هایی است که نزدیکان خامنه‌ای برای روز مبادا به او چشم امید بستند. زمانی که خامنه‌ای از سکوت چهره‌های معین انتقاد کرد، باید موضع بگیرن. باید صریحاً اعلام کنند که با اونچه که اتفاق افتاده مخالفند. حسن خمینی در بیانیه خامنه‌ای را از سرآمدان روزگار دانسته و توهین به او را مانع تفاهم و گفتگو. درست در روزهایی که معترضان خشمگین از کارنامه سیاه او در خیابان علیه شعار می‌دهند. پیش‌فرضی خیالی برای گفتگو با نظامی که این همه لشکر را برای سرکوب معترضین به شهرهای کردنشین فرستاده. رهبر نظام همسو با کارکرد دستگاه سرکوب، محمد باقر قالیباف رئیس مجلسی با کارنامه‌ای پر از فساد را بین نیروهای بسیج فرستاده تا به آنها روحیه دهد و احیاناً این سوابقش را با آنها به اشتراک بگذارد. اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. شما که در دبیرخانه هر وقت میامدی میگفتیم بذارید من این دانشجوها را ظرف 2 ساعت لوله میکنم. خامنه‌ای در 3 دهه گذشته بارها نشان داده برای بقای قدرتش از هر برگی استفاده میکند. نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصوده. اما قمارباز هر چقدر هم قهار باشد بالاخره میبازد، مخصوصا اگر دستش پر از مهرهای سوخته‌ای باشد که خودشان در کنار خامنه‌ای بانیان وضع موجودند. این دفعه دیگه بازنده‌ای. چی؟ بلوف میزنم؟ نه بابا، اونا که مثل تو بلوف بلد نیستن. دستشون خیلی خوبه. مشتبه پور محسن، لندن. از کجا میدونم؟ رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس فرانسه با ما همراه شدند. خیلی خوش آمدید آقای علیجانی. حکومت و نظامی که مدت هاست به قول معروف برای اصلاح طلبان ترم خورد نکرده، الان در این وضعیت برای برون رفت از این بحران دست به دامن اصلاح طلبان میشه. این دلیلش اینه که احیانا فکر میکنن که اصلاح طلبان در میان مردم وجاهتی دارن و میتونن کاری انجام بدن. با درود به مردم کردستان و اظهار همدردی و همدلی با اونها و کرد دلاور بوریا غفوری. ببینید اولا این نسل جوانی که تو خیابونه، اینا ضد اتوریتن، مثل نسل جوان جنبش 1968 اروپا. ثانیاً اصلاح طلبها در آخرین رتبه اعتبار اجتماعی نزد این نستن، اگر نگم نزد اکثریت مردمان. اونا دو تا چوب همزمان میخورن، چوب صندوق شکنی خامنه‌ای و چوب عهد شکنی و بی اصولی خودشون. نکته سوم این که حتی اگر الان افراد وجیه المله تر این طیف، یعنی مثلا فرض کنید خانم فاضله هاشمی، تاجزاده، میرحسین موسوی، زهرا رهنوردی، اینا بیان یه بیانیه بدن مردمو یه نصیحتی بکنن، فکر نمی‌کنم کسی اصلا گوشش به این حرفا بدهکار باشه. البته این افرادی که اسم بردم هم این کارو نمی‌کنن. همین امروز خانم رهنورد بیانیه‌ای داد و گفت که دیگه طاقت درد و رنج مردم رو ندارم، بیاید منم بکشید یا تسلیم خواست مردم بشید. اما از اون طرف ببینید حکومت دنبال پاشنه‌کش برای پوتین نظامیاش میگرده، نمیخواد راهی برای مردم باز کنه. هر اصلاح طلبی هم در هر سطح و مشهوریتی هم اون سمت بره، میخواد یه راهی برای خودش باز کنه، نه برای مردم. میخواد خودش رو تو دل خامنه‌ای و نظام سرکوب باز کنه. بنابراین اگه بخوام بر وزن جملات آقای خاتمی بگم، الان وساطت و موعظه‌گری نه ممکن است و نه مفید و به هنگام. آقای علیجانی، سوال این است که اصلا حالا فرض رو بر این بذاریم که حکومت با توسل به هر گروهی بخواد مذاکره بکنه، گفتگو بکنه، در مورد چی اساسا میخواد گفتگو بکنه؟ حرفی برای گفتن مونده مگه؟ ببینید جوانان و مردم چیز خیلی ساده میخوان برای یک زندگی معمولی، یه زندگی معمولی میخوان. باش
عقلشون، شعورشون و شهودشون هم به این نتیجه رسیدن که تا جمهوری اسلامی نره نمیتونه به این خواست اولیهشون برسه. این نکته اول. نکته دوم، ببینید توان جنبش و خواست اون هنوز همتراز نیست. حکومت همچنان قدرت سرکوب داره، مردم هم همچنان قدرت مقاومت دارن برخلاف نیت و خواست حکومت. هیچ کدوم هم الان نمیتونن همدیگر رو حذف بکنن. تجربه تاریخی نشون داده که هم اصل گفتگو و هم موضوع گفتگو رو تناسب قوا تعیین میکنه. ما الان هیچ علامتی در جمهوری اسلامی نمیبینیم. بله اگر قدرت ها بخوان تسلیم مردم بشن راهش رو خودشون پیدا میکنن، همون گونه که سفیدا تو آفریقای جنوبی پیدا کردن، پینوشه تو شیلی پیدا کرد، احزاب کمونیست تو آلمان شرقی پیدا کردن. جمهوری اسلامی هم اگه میخواد گفتگو کنه تو عمله میاد، بسی یعنی چیزای موضوع گفتگو ایناست، آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی احزاب، آزادی رسانه‌ها، همینجوری بگیریم تا انتخابات آزاد زیر نظر معتمدین مردم برای تغییر و نوشتن یک قانون اساسی جدید. ولی اینا همش ذهنیه، چون جمهوری اسلامی الان کف مطالبات هم لغو حجاب اجباری رو حاضر نیست بده، چگونه میخواد بیاد مطالبات بالاتری رو بده؟ بنابراین حکومت الان نمیخواد تسلیم بشه، مردم هم به مقاومتشون ادامه میدن. این تناسب و قوا باید تغییر بکنه، یا حکومت تسلیم خواهد شد یا شکست خواهد خورد. سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد معترضان پارچه نوشته‌ای با شعار مرگ بر خامنه‌ای روی پل هوایی بزرگراه امام علی نصب کردند. ببینیم. 3 آذر اتوبان امام علی، اینم به یاد بچه‌های کردستان، ماشین پلیس هم پایین وایساده. و اینم بنر مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، لعنت به رژیم آخوندی. 2 آذر شاهنویسی جاده چالوس. دو آذر شاهنویسی شبانه جاده چالوس و کرج. 2 آذر شاهنویسی جاده چالوس اکبر خامنه‌ای. شاهنویسی شبانه 2 آذر مرگ بر خامنه‌ای. امام پرانی به یکی از روش‌ها اقدامات اعتراضی رایج در خیزش انقلابی تبدیل شده. معترضان از این روش برای اعلام انزجار از سران و مسئولان حکومت استفاده می‌کنند. چند ویدیو ببینیم در همین رابطه. همین که تا این لحظه با ایران اینترنشنال رسانه خودتون همراه بودید. برنامه های زنده ما از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی ادامه پیدا خواهد کرد. تا فردا 10 شب وقت تهران، شام بخیر.